گفته ظرفی استوانه‌ای مطابق شکل توسط مایعی با چگالی 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب به طور کامل پر شده است. برای اینکه فشار کل در کف ظرف 2% کاهش پیدا کنه، تقریبا چند سانتی متر از ارتفاع مایع باید کم کنیم؟ بچه‌ها الان فشاری که به ته ظرف وارد میشه ناشی از فشار هوا و فشار چیه شماست؟ مایع شماست. من اول بیام ببینم 68 سانتی متر از این مایع من معادل با چند سانتی متر جیب است. قبوله؟ میگم آقا اینجا باید کاری که انجام بدم بگم روی ایکس HX روی ایگرگ HYG. آقا مایع شما چگالیش 1.2 ارتفاع 68، روی ایگرگ شما هم هستش 13.6 ضرب در HYG. خب خانم قائم مقامی اینو تو سوال قبلی از من ایراد گرفته بود که 68 ضرب در 1.2 تقسیم بر 13.6. آقا اونجا 10 گذاشته بودید، یه 1 مونده بود یه 0 تو سوال قبلی، حواستون رو جمع کنید. خب آقا این به ممیزشو با این ممیز میزنم، این به 68 1، این به 68 میشود 2، این به 2 1، این به 2 6. یعنی آقا این 68 سانتی متر شما معادل با 6 سانتی متر جیوه است. پس فشار کل شما الان چقدره؟ 74 به علاوه 6 یعنی 80 سانتی متر جیوه است. من الان فشار وارد بر ته ظرف رو بر اساس سانتی متر جیوه چیکار کردم؟ محاسبه کردم. خب آقا 2% کاهش پیدا کنه، 2%ش یعنی 98%ش بمونه دیگه، 98% 80 سانتی متر جیوه. قبوله؟ 80 سانتی متر جیوه شما الان یه صفرشو با یه صفر بزنیم، 98 ضرب در 8 8 64 تا 9 8 72 تا 6 تا 72 6 میشه 78 784، یعنی 78.4 سانتی متر جیوه بشه اگر 2% کم بشه. قبوله؟ آقا فشار شما در ته ظرف مگه نمیشد فشار مایع شما به علاوه فشار چی؟ هوا. حالا شده 78.4، فشار مایع فشار هوا هم 74 تاست. پس فشار مایع شما میشه 78.4 منهای 74 تا. قبوله؟ میشود 4.4 سانتی متر جیوه. آقا میخوام پیدا کنم 4.4 سانتی متر جیوه معادل با چند سانتی متر از این مایع با چگالی 1.2. دوباره میرم سراغ رابطه رگ به رگ با یه رنگ دیگه، میگم روی ایکس 4.4 ضرب در 13.6 مساوی است با 1.2 ضرب در اچ برای شما. قبوله؟ اچ شما میشود 4.4 تقسیم بر ضرب در 13.6 تقسیم بر 1.2. الان رابطه شما از اینجا یه ممیز بزنم بره، قبوله؟ میشه 44 به 2 میشود 22 به 2 میشود 6 11/3 11 ضرب در 13.6 به روی چند؟ 3، که حاصل شما از اینجا برابر میشه با چقدر؟ حالا حساب کنیم دیگه، 113.6 تقسیم بر 3، حساب کنید بچه ها، جا هم که ندارم، بذارید یه جا پیدا کنم، 13.6 به 3 میخوره؟ نه، چون من یکانش 2، 1.3 میشود 4، 4.6 هم میشه 10. یه تقریبی با هم حساب کنیم، مثلا 11 ضرب در 13.6 تقسیم بر 3 برای شما تقسیم بر 12 میشود هلوهوش 18 سانتی متر. 18 سانتی متر نه، ببخشید بچه ها، 50 سانتی متر میشه، خورده میده بهتون، میده هلوهوش 50 سانتی متر. قبوله؟ پس آقا حالا ارتفاعت شد چقدر؟ 50 سانتی متر. الان چنده؟ 68 تا. پس 68 تا اگر من از 50 کم کنم میشود چقدر؟
18 سانتی متر. پس آقا 18 سانتی متر باید از آب داخل اینو کم بکنم، داخل اینو کم بکنم تا فشاری که بر کف ظرف وارد میشه 2% کاهش پیدا کنه. پس آقا گزینه چند انتخاب میکنم؟ گزینه 1.